به نام خداوند بخشاینده و مهربان، به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. ویدیوی امروزی ما در مورد ساخت فابریکه های پروسس جلغوزه سیاه و عرضه آن به بازارهای جهانی به نام افغانستان می باشد. اشرف غنی رئیس جمهور دهلیز هوایی افغانستان چین را با صدور 20 تن جلغوزه به چین افتتاح کرد. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این دهلیز گفت که به خزانه های پنهانی افغانستان چون جلغوزه سیاه پسته و زیره توجه جدی صورت می گیرد. آقای غنی همچنان از آغاز روند صدور جلغوزه به چین به عنوان یک روز تاریخی یاد کرد و افزود که پس از این همه ساله 15 عقرب به عنوان روز ملی جلغوزه تجلیل خواهد شد. آقای غنی همچنان بر بیشتر شدن صادرات کشور تاکید کرد و گفت که پس از این همه محصولات افغانستان با نام خود این کشور به بازارهای جهانی عرضه خواهد شد. در همین حال نصیر احمد دورانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری گفت که مطمئناً بازار چین سرمایه گذاران را وادار به ساخت فابریکه های پروسس جلغوزه می کند و وزارت زراعت برای ایجاد فابریکه های پروسس جلغوزه و معیاری سازی صادرات سکتور خصوصی را کمک می کند. بر بنیاد گفته های محمد یونس مومند، معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع، با آغاز روند صدور جلغوزه به چین رقم صادرات کشور افزایش خواهد یافت. او افزود که میزان صادرات 3 ماه قبل به 65 میلیون دلار رسیده بود و با آغاز صدور جلغوزه این رقم به 67 میلیون دلار خواهد رسید. در همین حال اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید که پیش از این جلغوزه کشور به صورت قاچاق به پاکستان انتقال داده می شد. به گفته او جلغوزه سیاه پیش از این از سوی بازرگانان پاکستانی پروسس و به نام آن کشور به بازارهای جهانی عرضه می شد. به سخن اکرم رستمی در سطح کشور بیش از 43 هزار هکتار زمین در 8 ولایت ساحات تحت پوشش جلغوزه سیاه است. آقای رستمی می افزاید که ارزش تمام جلغوزه افغانستان بالاتر از 450 میلیون دلار است و در مراحل بعدی نیز از دهلیز هوایی به خارج از کشور صادر خواهد شد. به گفته مسئولان در وزارت زراعت، افغانستان از کشورهایی است که بهترین و بیشترین جلغوزه جهان را تولید می کند. میزان تولید سالانه جلغوزه سیاه در افغانستان 23 هزار تن است. تشکر از توجه شما خوبان. تا ویدیوهای بعدی، الله نگهدار.